بچه سلام، چطوری؟ خوبین؟ اومدم یه چیز تکمیلی درباره کندوی کفاز بگم. بچه بیا لحظه بیاین. این کفیش شیرین بسته است. این کفیش بسته است. اینو تا دو روز یا مثلا یه روز باز نمی‌کنین، چون زنبور هنوز استرس داره، نمی‌شناسه جارو. دو سه روز که استرس جارو شناخت، بعد اینو باز می‌کنین که کفی باز بشه. این کامل بسته میشه تا دو سه روز که این کفی رو باز کنین. بعد یه چیز دیگه درباره این بگم. بچه حتما باید به زنبور شربت بدین. چون که استرس زنبور رو بخوابونه. نگاه کنین اینو عوض کردیم، چقدر دارن چی میکنن، نمیشناسن جارو، نمیدونن دارن چی کار میکنن. حواستون باشه، حتما بهش یه کوچولو شربت بدین. بعدش میخواستم اینو بگم که روی کندو حتما باید پلاستیک بندازین، چون الان کفش پلاستیک نداریم، کفش هم بسته است، مشکل نره. زمانی که کفو برداشتین حتما روش پلاستیک بذارین. الان من یه ذره شربت بهش میدم، شما نگاه کنین که زنبور یه ذره آروم بشه، استرسش کم بشه، چون استرس داره، استرس اذیت میکنه زنبور رو. من بهش شربت میدم، این از شربتش، تا استرسش یه ذره کم بشه تا بتونه کار کنه. خیلی مخلصیم. حتما تو تکمیلی ها، این ویدئویی که برای تکمیلی میگیرم، مثلا برای جرویال تکمیلی میگیریم، برای مثلا کندوی کفاز تکمیلی میگیریم، حتما این کارا رو انجام بدین، چون خیلی نکات مهمیه. این گیج شدنن هم نترسین، کفشو ببندین تا از دوباره این زنبور به حالت عادی برگشت، بعدن دیگه حالشو ببرین، باز کنین، لذت ببرن. شکر حتما بدین، چون که استرس زنبور رو کم میکنه. تو شکرتون میتونین یه ذره آبشم بریزین، یه ذره عرق نعنا بریزین، اگه دوست داشتین همه رو با هم دیگه قاطی نکنین، یا یه ذره لیمو بریزین، ویتامین C داشته باشه. دارو که من توصیه نمیکنم، ولی شما که دارو میدی میتونی دارو هم بریزین. خیلی همین، خیلی مخلصیم.